فصل چهارم. وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیدند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می‌دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می‌دادند نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت. ولی لازم بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعی که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت قدری آب به من بده، زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. عیسی به او پاسخ داد اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می‌خواهد، حتما از او خواهش می‌کردی و او به تو آب زنده عطا می‌کرد. زن گفت ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می‌آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گلش از آن آشامیدند؟ عیسی گفت هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کسی از آبی که من می‌بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آبی که به او می‌دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. زن گفت ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد شوهر ندارم. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشتی و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی می کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت ای آقا، می بینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت می کردن، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. عیسی گفت ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی‌شناسید می‌پرستید، اما ما آنچه را که می‌شناسیم عبادت می‌کنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می‌آید. اما زمانی می‌آید و این زمان همکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می‌باشد. خدا روح است و هر که او را می‌پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. زن گفت من می‌دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت من که با تو صحبت می‌کنم همانم. در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن می‌گوید تعجب کردند، ولی هیچ کس از زن نپرسید چه می‌خواهی؟ و به عیسی هم نگفتند چرا با او سخن میگویی. زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی رفتند. در این زمان شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند ای استاد چیزی بخور. اما او گفت من غذایی برای خوردن دارم که شما از آن بی‌خبری. پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند آیا کسی برای او غذا آورده است؟ عیسی به ایشان گفت غذای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. مگر شما نمیگویید هنوز 4 ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما میگویم به کیسزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را می‌گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می‌کند تا اینکه کارنده و درو کننده با هم شادی کنند.
در اینجا این گفته مصداق پیدا می کند که یکی می کارد و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند. شما از نتایج کار ایشان استفاده می برید. به خاطر شهادت آن زن که گفته بود آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت، در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. وقتی سامریان نزد عیسی آمدند، از او خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی دو روز در آنجا ماند و عده زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند. و با آن زن گفتند، حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است. پس از دو روز عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت. زیرا خود عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود احترامی ندارد. اما وقتی به جلیل وارد شد مردم از او استقبال کردند، زیرا آنچرا که در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند، چون آنها هم در ایام عید در اورشلیم بودند. عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود، رفت. یکی از ماموران دولت در آنجا بود که پسرش در کفرناحوم بیمار و بستری بود. وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمد و خواهش کرد به کفرناحوم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد. عیسی به او گفت، شما بدون دیدن آیات و معجزات به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. آن شخص گفت، ای آقا، پیش از آن که بچه من بمیرد بیا. آنگاه عیسی گفت، برو، پسرت زنده خواهد ماند. آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند، پسرت زنده و تندرست است. او پرسید، در چه ساعتی حالش خوب شد؟ گفتند، دیروز در ساعت 1 بعد از ظهر تب او قطع شد. پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود پسرت زنده خواهد ماند. پس او و تمام اهل خانه‌اش ایمان آوردند. این دومین معجزه‌ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمد انجام داد.